بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده پیشنهاد کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را به قبیله ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه چند قدر زندگی کردند، قبیله ها را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکردند. در هر موسم حج خودشان را بر آنان عرض میکردند که او را جای دهند تا رسالت پروردگارش را رسانند و برای آنها در مقابل این جنت است. یگان قبیله او را قبول نکرد و الله تعالی این را از روی احترام برای انصار ذخیره کرد. پس به 6 نفر آنها رسید. پس برای الله سبحانه و تعالی و رسولش اجابت کردند و به سوی مدینه بازگشتند. پس قومشان را به سوی اسلام دعوت کردند تا خبر در میان آنان پن شد و خانه را از خانه های انصار باقی نماند مگر که در آن ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم و بیعت عقبه. بیعت یکم سال آینده 12 مرد از انصار مکه آمدند. 5 نفری آنان از نفران سال یکم بودند. پس با رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بیعت زنان که در سوره ممتحنه آمده است در عقبه بیعت کردند. سپس به سوی مدینه برگشتند. بیعت دوم در سال آینده از آنان 73 مرد و 2 زن آمدند و آنان اهل عقبه آخر بودند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردند که از آن چیزی که زنان، فرزندان و خودشان را حمایه میکنند او را نیز حمایه میکنند. پس او و یارانش به سوی آنان رحلت یعنی سفر کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنان 12 نفر را سرپرست انتخاب کردند. باب 4 عهد مدنی. دستور هجرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم یارانش را رضی الله عنهم را برای هجرت کردن به مدینه دستور دادند. پس پی در پی برآمدند. اولین آنها بنابر آنچه که گفته شد ابو سلمه ابن ابو الاسد مخزومی بود و گفته شد مصعب ابن عمر بود. پس در خانه انصار آمدند. پس آنها را جای و نصرت دادند و اسلام در مدینه پهن شد. سپس به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور هجرت داده شد. پس روز دوشنبه در ماه ربیع الاول از مکه خارج شدند و همراهشان ابوبکر صدیق، عمر ابن فهیره، غلام آزاد کرده ابوبکر و راهنمای آنها عبدالله ابن اورایقیت لیثی بود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر در غار ثور درآمدند. در آنجا 3 روز ماندند. سپس به راه ساحل رفتند. در آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراهشان به مدینه رسیدند و این در روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول بود، در قباء در بالای مدینه بر بنی عمر ابن عوف نازل شدند. پس در نزد آن 14 روز اقامت کردند. نخستین مسجد در اسلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد قباء را تأسیس دادند. ابن عمر رضی الله عنهما گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز شنبه پیاده و سواره به مسجد قباء می رفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در مسجد قباء نماز خواندن مانند اجر حج عمره دارد. بنای مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مهمان شدن در نزدشان سخن میکردند و از بند شطورشان میداشتند. پس میفرمودند راه آن را باز کنید، آن امر شده است. پس در نزد مسجد امروزه‌ای پیامبر صلی الله علیه و سلم شطور خواب کرد و آنجا عاقل سهل ابن سهیل 2 جوان بنی نجار بود. پس در خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مهمان شدند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجدشان را در موضع عاقل او به دستشان و یارانشان رضی الله عنهم به شاخه خرما و خشت بنا کردند. سپس خانهشان و خانه های همسرانشان را در پهلوی مسجد بنا کردند
و نزدیکترین خانه ها به او خانه عایشه رضی الله عنها بود. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد 7 ماه از خانه ابو ایوب رضی الله عنه به خانه اشان گذشتند. برادر شوی در مدینه. بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد را بنا کردند، در بین مهاجران که 90 مرد بودند و انصار به برابری و کمک آنان را برادر گرداندند و تا واقعی بعد پس از مرگ از یکدیگر میراث می بردند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و او را یهودی ها دیدند، دانستند که او در حقیقت رسول الله است و همین کسی است که او را در نزدشان در تورات نوشته شده است دریافتند و به وجود این نفری کمی از آنان اسلام را قبول کرد. از جمله آنان عالم و دانشمندشان عبدالله ابن سلام رضی الله عنه بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم با قبیله های یهود بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه آشتی و سازش کردند. گردانیدن قبله. بعد فرض شدن نماز در شب معراج، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند و دوست می‌داشتند که قبله‌شان به سوی کعبه گردانیده شود. پس رویش را به سوی آسمان کرده این را امید می‌کرد که الله تعالی بر روی این آیت را نازل کرد. و تحقیق ما گرداندن روی تو را به سوی آسمان می‌بینیم. اکنون تو را سوی قبله‌ای که به آن خوشنود شوی باز می‌گردانیم. سوره بقره آیه 144. در سال دوم هجری پس پیامبر صلی الله علیه و سلم قبله‌شان را به سوی کعبه گرداندند. دستور جهاد. بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره قرار گرفتند، الله سبحانه و تعالی آیت نازل کرد و فرمود به کسانی که با آنان جنگ می شوید اجازت جهاد داده شده است و از رو که ظلم داده شده اند و هر آین الله یاری آنها توانا است. همان کسی که به ناحق از دیارشان رانده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است. سوره حج آیت 39 و 40. پس الله سبحانه و تعالی مؤمنان را به جنگیدن با مشرکان دستور داد و اولین غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم غزوه ابوا، بواد، اشیره و بعضی ارتش های پنهان عمل بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.